روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در تحلیلی از سفرهای اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه و خاور دور توی شماره امروز خودش نوشته که اون ضمن تلاش برای بازگردوندن ثبات به این مناطق به دنبال درک درستی از محاسبات استراتژیک دو سیاستمدار یعنی رهبر کره شمالی و رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. وزیر امور خارجه آمریکا که دیروز در توکیو به سر می برد در ارتباط با تهدیدات اخیر کره شمالی گفت که ما آماده گفتگو در خصوص خلع سلاح هسته‌ای هستیم، به شرط اینکه کره شمالی گام‌های معناداری در اجرای تعهدات بین‌المللی خودش برداره. اون بعد از پایان دیدار 3 روزه از چین، کره جنوبی و ژاپن اعلام کرده که برنامه موشکی و اتمی خطرناک کره شمالی نه تنها تهدیدی علیه همسایگان این کشوره، بلکه تهدیدی علیه خود مردم کره شمالی هم هست. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در چین و قبل از عزیمت به ژاپن در ارتباط با بحران در شبه جزیره کره و خاورمیانه گفته بود که هر اتفاقی که برای کره شمالی با ایران بیفته در نهایت بر سرنوشت دو کشور تاثیر میذاره. مقامات ایالات متحده نگران همکاری کره شمالی و ایران برای توسعه برنامه‌های اتمیشون هستند. ایران و کره شمالی همیشه این اتهام را رد کردند. جان کری در ژاپن ضمن دیدار با نخست وزیر این کشور همچنین بر تعهد آمریکا در حمایت از ژاپن، متحد کلیدی واشنگتن در شرق آسیا تاکید کرد. کره شمالی بارها تهدید کرده که به مواضع آمریکا و متحدان منطقه ایش از جمله ژاپن و کره جنوبی حمله میکنه. به نوشته این روزنامه، جان کری در این سفر روی چین به دلیل داشتن پیشینه تاریخی مشترک با کره شمالی حساب ویژه‌ای باز کرده. اون قبل از عزیمتش در این کشور در فرودگاه سئول گفته بود که چین تنها کشوریه که میتونه به کره شمالی فشار وارد بکنه تا از تهدیدات اتمیش دست برداره. این در حالیه که به دنبال مذاکرات بی‌نتیجه اتمی ایران در آلماتی، بعضی از مقامات محافظه‌کار غربی از بی‌نتیجه بودن مذاکرات و سیاست ایران برای اتلاف وقت حرف زدن. مقام‌های آمریکایی نگران هستند که ایران به همون شیوهی که کره شمالی به سلاح اتمی دست پیدا کرد، با ادامه سیاست اتلاف وقت اهداف مشابهی رو دنبال کنه. هفته گذشته ایران از گشایش مجتمع معدنی اورانیوم ساقند شامل 2 معدن اورانیوم و مجتمع تولید اکسید اورانیوم و 1 مجتمع تولید کیک زرد در اردکان یزد خبر داد. و استفاده صلح‌آمیز از بر اساس تحلیل وال استریت ژورنال و به نقل از 1 مقام بلندپایه آمریکایی، احتمالاً آقای خامنه‌ای بر این تصوره که در مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران با غرب اون در حال پیروز شدنه. آمریکا و متحدانش در گروه 5+1 معتقد هستند که ایران احتمالاً قصد داره در پوشش برنامه اتمی اهداف نظامی رو دنبال کنه. ایران در مقابل همواره اهداف برنامه اتمیش رو صلح‌آمیز اعلام کرده. منصوره حسینی، اتاق خبر.